پرداختیم به این مهم که خدا قدوس است و ما میباید مقدس باشیم، یعنی مجزا از گناه و اون زندگی که در امیال کهنه گذشته داشتیم. مطابق لاویان 19:2 که اعلام میکنه و خداوند موسی را خطاب کرد. خداوند همیشه برای رهایی و نجات ملت ها از یک شخص استفاده میکنه. داله بر این نیست که اون از همه بهتر هست. خدا دیدش رو نگاه میکنه. خدا در یک کلیسا هم همین کار رو میکنه. مطابق نامه افسسیان 4:11 که اعلام میکنه، خداوند اعضای کلیسا رو که میاره برای اونها خادمین رو میذاره. خادمین میذاره تا از اونها ما بشنویم و یاد بگیریم. پس با هوشیاری احترام به مست خادمین بگذاریم. مطابق قرانتیان 6:6 که اعلام میکنه، احترام بذاریم به معلمینمون، قدردانی بکنیم. پس خدا یک شخصی رو انتخاب میکنه، حتی برای من و شما که نجات پیدا کردیم، خداوند یک شخصی رو مقیر کرد که قلبهای ما به توسط او لمس بشه. اعلام میکنه و خداوند موسی رو خطاب کرد و گفت تمامی جماعت بنی اسرائیل رو خطاب کرده. چی رو بگه؟ میل خدا و اشتیاق خدا و عشق خدا رو به قوم اسرائیل بگه. مانند شما که شما اسرائیلی هستید. اسرائیل یعنی شاهزاده فرزندان خدا و شماها نیز هستید که این انتخاب رو قبول کردید در مسیر ملکوت خدا. و از میل خدا رو داره میگه برای ما و ما که نیز مقدسین هستیم. پس میگه اسرائیل رو خطاب کرده، به ایشان بگید، بگو مقدس باشید. خب میدونیم مقدس بودن یعنی این که دور از اون دنیای گذشته، مجزا از گناه. اما این رو بیدانیم که من و شما مطابق فیض خدا در بخشش او قرار گرفتیم. این نگاه هم باید بکنیم. پس فقط این نیستش که من تصور میکنم که من باید از گناه دور بشم. خیر، خبر خوش این هست که خدا عاشق من و توه. خدا من و تو رو دوست داره. خدا با ما کار داره. محبت خدا است. بگو مقدس باشید زیرا که من یهوه خدای شما قدوس هستم، یعنی پر از رحمت هستم، یعنی خدایی که تمامیت نیکویی ها در او کامل هست. و حال این خدای قدوس مایل هست که ما را به نزدیکی خودش ببینه، مشروط بر این که ما نیز راغب و میل به این داشته باشیم که نزدیک خدا باشیم. متاسفانه گاهی در سختی ها مشکلات آنقدر مشغول سرزنش های خود و یا داوری بد به دیگران هستیم که فقط تصور میکنیم خدا در تمام امور زندگی ما یک شاهد است. اونو نزدیک نمیبینیم. فکر میکنیم که اون فقط نگاه میکنه به مشکلات ما و این نگرش باعث میشه که قدوسیت خدا را که در اون نیکویی مطلق هست که دلیل رحمت او به ما میشود رو نبینیم. بنابراین ترس و نگرانی، خستگی و آزردگی و حتی افسردگی وجود ما رو در بر میگیره و مجال این رو نمیده که من درک درستی نسبت به خدا داشته باشم. از این رو هستش که اشعار مختلف میاد. گاهی ما فکر میکنیم چقدر این شعر زیباست برای خدا گفته شده، چون خود ما همین گونه با خدا گاهی صحبت میکنیم. همون گونه که این شاعر میگه دلم گرفته یا تو دل گشایی کن، من آمدم به امیدت. دل من گرفته یا تو، ما به خدا نمیتونیم بگیم یا تو، خدا عاشق ماست، یا نداره، خدا من تو رو دوست داره. خدا من تو جایگاهی هستش که او میگه من عاشق تو هستم، من پدر تو هستم. دیگه یا نگیم. خدا یا من میدونم تو عاشق من هستی، پس آنچه را که برای من نیکوست و تو میپسندی به من بده، تمام. دیگه یا نذاریم. میتونیم اراده خدا رو بخواد. اراده خدا نیکوه، اون رو دریافتش کن. یا برای خدا نذار. دلم گرفته یا تو دلگشایی کن، من آمدم به امیدت، تو هم خدایی کن. خدا خدای ماست، او پدر ماست، او عاشق ماست. این شعر از ذمیره فکر کسی میاد که متاسفانه درک درستی از قدوسیت خدا نداره. من و شما که فرزند خدا هستیم باید هوشیار باشیم. جملات و کلماتی که در حضور خدا میبریم چه معنایی داره. دلم گرفته خدا یا تو دلگشایی کن، من آمدم به امیدت، تو هم خدایی کن.
به بوی دلکش و زلطفی که این گرم گشایی دارد دل گرفته مرا ببین و دل گشایی. خدا از دل من و تو آگاهه، فیض خدا با من و تو هست. لزومی نداره که ما وقتی در حضور خدا میریم با التماس در حضور خدا میریم، چون عاشق ماست و چون عاشق ما هست، پس بنابراین او دلگشای خوب ما هستش. ما نباید به خدا بیاموزیم که خدایا تو با من چگونه باشی. نویسنده مزمور 73 21 الی 24 اعلام میکنه: زمانی که روح من افسرده و دلم شکسته بود. چرا؟ خودش ادعا میده: احمق و نادان بودم. یعنی از کم قبلا احمق که میگیم اشاره به این هستش که من نسبت به خدا آگاهی ندارم، هرگز قصد توهین نیست، یعنی من این اطلاع و این آگاهی رو نسبت به خدا ندارم. من افسرده و میگه زمانی که روح من افسرده و دلم شکسته بود، احمق و نادان بودم و در حضور تو مانند حیوانی بیشعور رفتار کردم. یعنی هیچ درک درستی نسبت به خدا نداشتم. آیا شما میتونید تصور بکنید حیوانی روی زمین هست که خدا رو میشناسه؟ هیچ آگاهی نداره، او روی غریزه زندگی میکنه، اون آنچه که میبینه میشناسه، بس خدا رو نمیشناسه. هرچند طبیعتاً شاید دست اعمالی بزنه که از نظرش واو این حیوان چقدر جالبه، چقدر وفاداره، چه کارهای عجیبی میکنه، ولی داره بلد نیست که خدا رو میشناسه. و ادامه میده: با این وجود همیشه به تو نزدیک بودم. مانند من و شما که وقتی که توی مشکل و سختی هستیم سعی میکنیم در رفتن به کلیسا، دعا، خوندن کلام خداوند، شنیدن موعظه ها، توی زمان پرستش حتی خدمت هم میکنیم، بگیم ما خدای ما هستیم که به تو نزدیک هستیم و تو پیوسته دل مرا گرفته ای. تو مرا طبق خواست خود هدایت میکنی. خواست خدا چیست؟ نیکوییه، رحمت هستش، و سرانجام مرا با احترام در پیشگاه خود میپذیری. با احترام، گفتیم احترام یعنی چی؟ عصاره عشق. آنچه که مرمونه احترام میگن و یا میگن ادای احترام دراریم، به قول سمد گفت بالا بریم اداشو دراریم، در اصل از عشقی ریشه میگیره، از دوست داشتنی میاد که من رو به اعمال و رفتاری وام میداره که من محبتم رو به مخاطبم نشون میدم. پس خود نویسنده داره میگه خدایا اون عشقی که تو نسبت به من داری داره منو توی جایگاهی قرار میده که تو برخوردت با من با احترامه، یعنی با یک عشقی ماورای اون چیزی که من تصور میکنم. بنابراین رحمانیت خدا یعنی عشق خدا، رحمت او ما رو حمایت میکنه. آیا ما در امور زندگی درک درست از مقدس بودن خودمون داریم یا نه؟ در مزمور 145:18 میخونیم که نویسنده اعلام میکنه: خداوند نزدیک کسانی هست که با صداقت و راستی طالب او هستند. آرزوی کسانی را که از او میترسن، یعنی او را میشناسن، شناخت درستی دارن، درک درستی نسبت به قدوسیت خدا دارن، برآورده خواهد کرد. نویسنده اعلام میکنه: نگران فردا نباش، چون خدا زودتر از تو اونجاست. وقتی من درک درست دارم، هرگز مجال نگرانی در وجود من ایجاد نخواهد شد، چون میدونم در هر شرایطی که هستم نهایتا خداوند مرا حفظ میکنه و خدا حافظ من هستش. نگرش خدا با نگرش انسان کاملا متفاوته. آنچه که خدا برای ما داره به عنوان یک برنامه که اراده او هست بهترین هستش، توتیباری نیست، هرچی پیش اومد نیست، منج نمیندازه برای ما و از ما انتظار نداره ریسک کنیم، بلکه خداوند از ما میخواد که با ایمان بپذیریم خدا عاشق ماست. آمین. این اولین قدم هست، یعنی اون قدوس هست، اون برای من بهترین رو میخواد. یک بار در خانه رو باز نمی کنیم بگیم بپس هر کسی اومد وارد خونه ما شد، شد نسیمی اومد، هوایی اومد، نوری اومد. خدا تمام موقعیت هایی که برای من و تو در نظر داره موقعیت هایی هستش که میخواد به ما کمک کنه،
تا به اون هدف اصلی نیز نزدیک بشه. شخصی میره خواستگاری دوستش، وقتی که میشنن خواستگار میگه میشه یه جا سیگاری برای من بیاره؟ پدر دختر رو میکنه به شخص دوستش، میگه ببینم سیگارم میکشه؟ میگه آخه سیگار آنچنانم نه، ولی وقتی که یه پک تو پک مشروب میخوره خب میگه سیگار میچسته. میگه ای بس مشروبم میخوره؟ میگه نه واقعا اونجوری هم فکر نکن، چون الان مدتی داره تریاق رو ترک میکنه و برای همین داره مشروبم میخوره. میگه پس تریاق؟ میگه نه واقعا اصلا تریاقی نبود، راستیتش این به خاطر اینکه چند وقت پیش تو زندان بود. تو زندانم که میبینی افرادی هستن که معمولا اونجا افرادی خلاف هستن، پس این به خاطر اون افرادی که اونجا بودن اینم یه گرایش به تریاق کشید. گفت پس زندانم بوده؟ گفت آخه تقصیر خودش نبود، پسر خیلی خوبیه. حقیقت کار اینه که این با همسر اولش وقتی که جرابستش میشه اون یه بشقاب به سمت این پرت میکنه، خب اینم مرد دیگه، اون غیرتش بلند میشه زنه رو میکشه، حالا تو ابد زندانش کرد. یه دو سه روز از زندان اومده بیرون، ما گفتیم رفاقت به درد این موقع ها میخوره دیگه، پس بنابراین اومدیم براش خواستگاری. خدا این کارو نمیکنه برای ما. ما گاهی این گونه متاسفانه خدا رو تو زندگیمون میبینیم، برای همین هست میترسیم بگیم خدای اراده تو چیه و نمیخوایم اراده خدا رو اون گونه که هست بپذیریم، چرا که فکر میکنیم در اراده خداوند رنج و سختی هست. اما قدم اول در حضور خدا درک درست از قدوسیت است و درک درست از مقدس بودن من در حضور اوست که مبادا با گناه میل نزدیک شدن را با خدا داشته باشم. نویسنده مزمور 5:4 اعلام میکنه زیرا تو خدایی نیستی که به شرارت راغب باشی و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد. پس با هوشیاری باید در ابتدا افکار و دل و احساسات خودمون رو تقدیس کنیم از آنچه که دور از هدف بوداست. قبلا نیز شنیدیم که گناه یعنی چی؟ هدف چیه؟ شکل خدا شدن. هر آنچه، هر احساس، هر فکر که دلیلی میشه من از خدا دور بشم اون گناه است. اندیشمندی اعلام میکنه عشق این توانایی را میدهد که بگوییم پوزش کنیم. اگر کسی کسی رو دوست داره اشتباه میکنه به راحتی پوزش میکنه. آیا نزدیکی ما به خدا، مقدس بودن ما در حضور او و حتی وفادار بودن ما به کلام خدا دلیل بر این هست که هیچ بدی و سختی در زندگی ما نخواهد شد؟ کاش که این گونه بود، اما این گونه نیست. در کتاب ایوب 1:1 میخونیم اعلام میکنه در زمین اوس مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل، متا 5:48، یعنی در مسیر اراده خدا قدم برداشته بود. میگه کامل شوید همچون کشش رست. نه نه اشتباه گفتم. اسقفا نه نه شده که کامل شید همچون خدا. میگه کامل شید همچون خدا، پس در این مسیر کاملیت بود. میگه در زمین اوز مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب مینمود. پس هر چقدر انسان مقدس هم باشه نمیتونیم بگیم حملات شیطان و سختی ها و مشکلات از او دور خواهد شد، همون گونه که ایوب بود. اما خداوند ایوب رو نهایتا برکت داد، هرچند در مشکلات و سختی ها قرار گرفت، آنچه را که از دست داد کلام خداوند میگه دو برابر از آنچه که شیطان ازش گرفته بود به او برگردید. مقدسین خداوند در بدترین شرایط حفظ خواهند شد، این رو باید بدونیم و ما نیز مقدسین هستیم، چون خدای قدوس که پر از نیکویی و رحمت هست مقدسین خدا در تمام ابعاد زندگی حمایت میکنند و ما شاهد حمایت قوم خدا، قوم اسرائیل هستیم که در طول 40 سال خدا چگونه اونها را دستگیری کرد، هرچند شایسته نبودن در حضور خدا، هرچند آنچه که عنوان افراد مقدس باید بودن عمل نکردن. در کتاب تثنیه 29:5 میخونیم اعلام میکنه در طول 40 سال که خدا قوم اسرائیل را رهبری میکرد لباسهای آنان کهنه و کفشهای آنان پاره نشد. چون خدا به وضوح و کامل انسان را درک میکنه، خدا زندگی شما را درک میکنه، خدا مشکلات شما را درک میکنه. حتما کلام خدا من میخواد که ما برای هم دعا کنیم،
حتما شما به کلیسای مسیح میاید نسبت به نیاز و حاجتت، میخوایی برای کشیش رسول یا خادمی دعا کنن، اما اینو بدون خدا آگاست از این مشکلاتت. حتی خدا میدونه چرا این مشکل اومده توی زندگیت و خدا راغب هستش. اما نترس، نگران نباش، چون همه اینها داله بر این هست که من این آگاهی رو نسبت به خدا ندارم. اندیشمندی اعلام میکنه همه را فهمیدن همه را بخشیدن است. خدا همه ما رو میفهمه. برای همین بود راهی رو پیدا کرد که به توسط یگانه پسرش همه ما رو ببخشه، چون ما برای خدا ارزش داریم. هیچ کدوم ما اگر یک 100 دلاری که تو دستمون داریم از دستمون بیفته توی آب کثیف، فکر نمی کنم اون رو رها کنیم بریم. من که نمی کنم، بهش احتیاج دارم. شما چی؟ این کارو می کنید؟ اینجا همه میلیاردرن. هیچ کدوم ما. حتی اگر ببینیم که توی یک موقعیت خیلی بدی هم قرار بیاد، خیلی هم کثیف، هم میریم میشوریمش. اگر یک 100 دلاری که حتما برای آدمای ثروتمندم همین ارزش داره، اینقدر با ارزش هست، من و شما برای خدا چقدر ارزش داریم؟ برای خدا بیشتر از اون ارزش داریم که برای یک 100 دلاری ما امروز ارزش قائل میشی. و شاید چه بسا که خیلی همونم اون 100 دلاری رو براش ارزش قائل نشیم، ولی خداوند ما رو دوست داره و اون ارزش رو برای ما قائل میشه. در مزمور 114 1 الی 8 نویسنده این گونه اعلام میکنه: وقتی که اسرائیل از مصر بیرون آمدن. این در اصل اون شعر جشنی هست که قوم اسرائیل برای به یاد آوردن میخونه، اعلام میکنه وقتی اسرائیل از مصر بیرون آمدن، یعنی به خدا اعتماد کردن. همین اعتمادی که شما امروز داشتید. به کلیسای مسیح برای چی اومدید؟ چرا که ایمان داشتید. وقتی وارد کلیسای مسیح میشید، در پرستش، در دعا، حتی در کلام، خدا با تو کار داره. خدا میخواد تو رو برکت بده. این اعتمادی هست. اگر نمیتونستید مثل خیلی ها دیگه فوکوس و تمرکزتون رو روی جای دیگه قرار بدید. میدونم استثنا پیش میاد که ما همیشه کلیسا نباشیم، اما اگر همیشه نباشیم این یه مشکل هست. وقتی که اسرائیل از مصر بیرون آمد، خاندان یعقوب از قوم اجنبی زبان یهودای مقدس او بود، یعنی در از توبه کردن، جدا شدن از اون گناه، و اسرائیل محل سلطنت وی. دریا این را بدید. دریا چی رو دید؟ دریا خدای قدوس رو دید. دریا اسرائیل مقدس رو دید. و اگر من و شما در این مسیر اجازه بدیم خدای قدوس رو که در برابرمون داریم خودمون نیز مقدس باشیم، این رو بدونیم آنچه را که فکر میکنی امروز باعث و دلیل مشکلات و سختیات شده، اون داره تو رو میبینه و نتیجه داره. و گریخت و اردن به عقب برگشت، کوها مثل قوچها به جستن در آمدن و تله ها مثل برها گله ها. یه دریا که تو را چه شد که گریختی؟ و ای اردن که به عقب برگشتی، ای کوها که مثل قوچها به جستن در آمدی، و ای تله ها که مثل بره های گله، ای زمین از حضور خداوند متزلزل، یعنی بلرز شو، و از حضور خدای یعقوب که صخره را دریاچه آب گردانید و سنگ خارا را چشمه آب حیات برای قوم خداوند قرار داد. چه شد؟ چه اتفاقی افتاد که دریای سرخ عقب رفت؟ چه اتفاقی افتاد که رود اردن کنار کشید؟ چه اتفاقی افتاد که اون صخره خشک برای قوم اسرائیل یک دفعه چشمه آب شد؟ اتفاق این بود که وقتی که دیدن خدای قدوس و انسان مقدس با هم متحد هستن، نتوانستن در برابر این مردم بیستن. کلام خداوند اعلام میکنه هرگاه دو نفر حتی با هم متحد بشن، چه اتحادی هست؟ چرا کلام خدا، چرا مسیح صحبت از دو نفر میکنه؟ دو نفر با هم متحد، متحد به چی بشیم؟ متحد به اراده خدا بشیم، متحد در قدوسیت خدا بشیم،
و ما نیز مقدس باشیم و اون زمان هست که دعای ما اجابت خواهد شد. نه اینکه من بگم من متحد میشم برای هر فکری، هر اندیشه انسانی که درش اراده خدا نیست. و چرا نمیشه؟ بعد از من با همسرم الان سالها سالم دعا میکنم برای یه موضوعی، اما نمیشه. چرا؟ آیا شما در اون دعا خدای خدا، خدای قدوس رو درک میکنید؟ آیا برای اون خدای قدوس تو مقدس هستی یا نه؟ آیا آنچه را که خودت حس میکنی در اشتباه و گناه هست هنوز با اونها همراه هستی و یا نه؟ و اگر این گونه هست میتونیم بگیم رومیان 8:28 به درستی در زندگی ما عمل میکنه. تا خدا با ماست کیست بر ضد ما؟ مشروط بر این که با خدای قدوس ما نیز مقدس باشیم و با او در این اتحاد قرار بگیریم، اتحاد به اراده خدا، اتحاد به خواسته خدا. همون گونه که سعدی اعلام میکنه، برخیز که میرود زمستان، بکشای در سرای بستان. وقتی میره در حضور خدا من و خدای قدوس رو میبینیم، با ایمان بپذیریم که خداوند حافظ ماست و درک درست از رحمت خدا رو داشتن و درک درست از عشق خدا رو داشتن که اونیز کمک ما خواهد کرد و اون روی تجربه ما، روی تجربه دیگران، روی گواهی دیگران، روی کلام خدا این معنای درست رو به من میده که اون عاشق منه، اون منو دوست داره، اون شما رو دوست داره. نسبت به نیازت همین الان داری فکر میکنی، خدا نیازت رو میبینه، خدا میخواد که نیازت رو حل کنه، برداره. خدا رو چگونه نگاه میکنه؟ بیایم عمیق‌تر بشیم به نگرش خدا، به قدوسیت خدا. قدوسیت خدا یعنی وجود او پر از رحمت، پر از محبت و نیکوییه. اون منو دوست داره. عشق خدا رو درک کردن، آیا من نیز مقدس هستم یا هر کاری دوست دارم دارم میکنم؟ من کجا ایستادم؟ اون جای درستی ایستاده؟ آیا من در جایگاه درست نسبت به قدوسیت خدا ایستادم یا نه؟ در مزمور 103 آیه 12 اعلام میکنه: چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است. ما در ایامی مانند روزهای مادر و روز پدر، اگر والدین ما در حیات باشن، به خاطر قدردانی از اونها، به خاطری که به یاد میاریم محبت‌های اونها رو، میل به این داریم که کادویی بگیریم، تماسی بگیریم، جشنی بگیریم تا اونها رو خوشحال کنیم. چون تجربه داریم، چون اونها رو شخصیت‌های مفید در زندگی خودمون یافتیم. اگر حداقل آشنایی من با خدا به همین مرز باشه، اینو بدون، آنچه را که امروز تو رو نگران ترسان میکنه، خدا با فیضش پاک میکنه. از این رو هست نویسنده با تجربه‌ای که داره اینو میگه. عزیزان در مزمور 103 آیه 12 روی تجربهش داره اینو میگه: چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان، یعنی کسایی که میشناسه. گفتیم هرگز 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 خدا نمیخواد ما از او بترسیم. هر کجا کلمه ترس نسبت به خدا دیدیم یعنی چی؟ یعنی شناخت به خدا، یعنی خدا رو بشناس. در کلام خداوند هوشع 4:6 اعلام میکنه: قوم من از عدم معرفت، از عدم شناخت خدا هلاک شدن. نمیگه قوم من به خاطر اینکه خدا نترسیدن هلاک شدن. چه معنی داره؟ ما از بکرانی میایم که بله در گذشته در دین اسلام باید از اون خدا باید ترسید، اون خدا را اصلا نمیشه نزدیکش شد. ولی یهوه خدای محبته، ما به راحتی نزدیک یهوه خدای محبت میتوانیم بشیم. چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رحمت مینماید. چون این تجربه رو داره. اگر این تجربه رو دارید، با این تجربه برو به حضور خدا، نه با عقل، نه با آنچه که تصور میکنی که من لایقش نیستم. خودتو سرزنش نکن. خدا قدوسه، پر از رحمته، خدا عاشق توه، خدا تو رو دوست داره. اون چیزی که میخوای خدا بهترش میخواد بهت بده، فکر نکن میخواد کمترش بهت بده. ما امروز برای کشور عزیزمون ایران در دعا هستیم. اگر زمان داره میره جلو، من ایمان دارم که خدا یک برنامه بهتری داره. ملت ما دارن آگاه‌تر میشن در این مسیر، اما ما دست از دعا بر نمی‌داریم.
ما ایستادیم برای سرنگونی این نظام اسلامی دعا میکنیم و ایمان داریم زمانی که خداوند اجازه بده ایران عزیز ما آزاد بشه، دیگه لازم نیست من برم اینقدر بحث کنم به مردم بگم الله خدا نیست، الله بوده. مردم خودش که آگاه شدن، لزومی نداره که بگم این کتابی که داریم میخونیم کتاب خدا نیست، دیگه خودش آماده است، قلب آماده است. همین الان شما ببینید اگر برگردید 5 سال قبل روی فیسبوک نگاه کنید که یک نفر نوشته بوده که الله بت هست، ببینید چقدر افراد مخالفش بودن. ولی امروز اصلا چنین چیزی نیست، چون مردم آگاه شدن، متوجه شدن مریدان الله چه کار کردن. پس خدا بهترین رو به ما خواهد داد، به وقتش میباید از او دریافت کنیم. همون گونه که شاعر میگه عقل بیهوده سر طرح معما میکند، عقل بیهوده سر را طرح معما میکند، بازی عشق مگر شاید و اما دارد، تلخی عمر به شیرینی عشق آکنده است. مشکلات و سختی هایی که ما داریم اگر ما عاشق خدا باشیم، این عشق هستش که اون تلخی رو بر میداره. تلخی عمر به شیرینی عشق آکنده است، چه سرانجام خوشی گردش دنیا دارد. عشق رازی است که تنها به خدا باید گفت. آمین. مشکل و سختیمون رو اول به کی میگیم؟ اول برای چه کسی باز میکنیم؟ تصور برای این میکنیم که خدا کنه یه دکتری پیدا بشه نسبت به رفع مشکل من، این مشکل من رو بگه حل شده، تموم شده. اما اگر تصمیم بگیرم که رفع مریضیم، رفع مشکلاتم رو اول اجازه بدم خدا حل کنه، مسلماً اونجا هستش که قلب من به اون محبت گشوده خواهد شد برای گرفتن اون. اعلام میکنه عشق رازی است که تنها به خدا باید گفت، چه سخنها که خدا با من تنها دارد. اگر اجازه بدم توی مشکلات و سختی ها به خدایی نزدیک بشم که خدا من رو درک میکنه و خدایی که قدوس هست و من رو دوست داره، مسلم میدونم که آنچه که بر علیه من میشه نسبت به گرفتن یک برکت، نسبت به رفع مشکلم، هرگز مانع نخواهد شد. چند نفر تجربه کردیم زمانی که برکتی توی زندگی ما میخواسته بیاد اما یه مشکل اومده مانع شده و توجه ما به اون مشکل و به اون سختی دلیل این شده که اون برکت دیر تو دست ما برسه؟ من این کار کردم نیدونم آزی عزیز، لطفا عزیزانی که گفتم بیاد اینجا لطفا. خداوند میخواد ما رو برکت بده. برکت خداوند توی زندگی ما هست، مشروط بر این که من بدونم کجا ایستادم. کلام خداوند اعلام میکنه که وسوسه همیشه هست، مشکلات و سختی ها هست، شیطان نیز سلطنت میکنه بر روی زمین، همیشه مشکلاتی هستش که میخواد به ما آسیب بزنه، ولی ما کجا ایستادیم؟ تصور برای این میکنیم، لطفا شما اینجا بیستید، شما بیاید این در، شما اینجا باشید، درست، اشکال نداره شما باشید باشید، هیچ اشکال نداره، یه تو فیلم و تاعت ازش نیست. تصور میکنیم که ایشون برکتی هستن از طرف خداوند، خداوند میخواد به من برکتی رو بده، آماده است که به من یک برکتی رو بده، نیاز من رو میخواد برطرف کنه و من از خدا این رو میخوام. حالا من میخوام برم اینو از خدا بند بگم. توی این مسیر اتفاقایی میفته. چه کار داره؟ اینجا نیازهای من هست، اینجا دل من هست، اینجا چیزایی هستش که من دوست دارم، میل به اون دارم، فکر میکنم که اراده خدا اون رو ریگار نمیخواد، میخواد از من دور کنه. میرم یه خود جا وقتم رو دارم تلف میکنم، مدتی مشغول مسائل دنیوی میشم، من میگم همینه فایده نداره، باز نتونستم به طریق خودم نتوانستم به اون برکت برسم، حالا دوباره شروع میکنم حرکت کردم، بیا این که اصلا دست من میکنیم بیا این برم نمیکنم. بله خیلی از چیزا هست ولت نمیکنه، خیلی از موضوع توی زندگی میاد به تو آسیب میزنه، بعضی موقع هستش که تو رو درگیر میکنه. چرا؟ چون شاید شخصی مثل ایشون که الان دست من رو صفر گرفته میاد غیبت تو رو میکنه و به جایی که شما فکر کنید که باید برکت از دست خدا بگیریم مدام میه با این میچنگی دلم پون نمیخوام نگاه کنید چقدر داره من اذیت میکنه و من بیشتر از اینی که بخوام در حضور خدا باشم و برکت رو بگیرم درگیر مشکلات میشم، درگیر حملات میشم. کلیسا معمولا این اتفاق براش میفته،
و این مجال اینو نمیده که من بتونم این برکت رو از خدا بگیرم. به افتخارش دست. مرسی. هفته گذشته به مطالبی توی کلیسا پرداختم به خاطر حملاتی بود که روی من و روی کلیسا بود. اما صبح دوشنبه وقتی در حضور خدا رفتم، برای همین بود که گفتم اینو انجام بدیم. وقتی رفتم در حضور خدا، خداوند به من رویایی داد که من توی یک برج هستم و از این برج دارم میرم بالا. خواهش میکنم خودتون رو ببینید توی اون برج. و خداوند گفت توی این برج نه به سمت راستت نگاه کن، نه به سمت چپت نگاه کن. تو فقط پله ها رو برو بالا. برو روی سکو آخر. من اونجا هستم. من منتظرت هستم. و من همین که حرکت میام از بغل میدیدم اتاقای سمت راست رو، نیازهام رو، حملات رو، مشکلات و سختی ها رو. ولی توی اون رویا من فقط به سمت بالا میرفتم. به سمت قدوسی خدا حرکت کن. نترس. نگران نباش. خداوند تو رو برکت خواهد داد. و اجازه نخواهد داد. چه شرط سختی گرفتار بشه. نویسنده اعلام میکنه نخستین اصل کامیابی اشتیاق است. این اشتیاق رو نسبت به خدا زیاد کن. و اجازه نده که چیزی مانع این اشتیاق بشه. نه نیازهات، نه حملاتت، نه مشکلاتت، نه سختی‌ها، نه مریضی‌ها، نه رنجی. چنین اجازه رو هرگز ندیم. چرا که خداوند مایل هست به ما بهترینش رو بده. و اگر تصور بکنیم فقط و فقط من باید دعا کنم و همین توی دعا باشم، کاری به هیچی نداشته باشم، نه. در دعا هستم، اراده خدا رو میخوام، در مسیر اراده خدا حرکت میکنم. به چپ و راست هم نگاه نخواهم کرد. باز اندیشمند اعلام میکنه خداوند به هر پرنده دانه میدهد، اما آن دانه رو داخل لانه اش قرار نمیده. پس خود ما نیز در این مسیر باید همت درست داشته باشیم. بریم با هم دیگه نامه عبرانیان 6 از 1 الی 12 رو داشته باشیم. آیا همه بروشور دارن؟ لطفا عزیزانی که بروشور ندارن دستا بره بالا، نفر $1000 ازشون نگیرید. امروز مجانی. میخواید چراغ رو روشن کنم؟ بفرمایید. زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و آن محبت 6 از 1 تا 12 حتما اشتباه شده، از 1 تا 12. بنابراین از کلام ابتدای مسیح در گذشته به سوی کمال سبقت بجویید و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا ننهید. در اصل اشاره نویسنده به 3 اصل هست: توبه حقیقی به تمام افکار و اعمال و رفتار بد گذشته، یعنی تقدیس شدن، توجه به قدوسیت خدا که عشق خدا به ماست، رحمت خدا، فیض خدا که در مسیر همون که گفتیم مسیر آیه 5 متی 5:48 شکل خدا شدن هست. سوم هوشیاری در حفاظت از هدیه نجات هست. بله بفرمایید. و تعلیم تمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاودانی را، و این را به جا خواهیم آورد هرگاه خدا اجازت دهد. زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطایای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا و قوات عالم آینده را چشیدند، اگر بیفتند محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند. وقتی افراد محبت خدا را دیدن، از دستان مسیح سلامتی و شفا را گرفتن، معجزات را دیدن، روح القدس برای اونها مکشوف کرده، عیسی مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت، مرد و قیام کرد و همه اینها برای ما مکشوف شده است، اما هنوز تن به اراده خدا نمیدیم، نه به کلام او، نه به دعا و نه به کلیسای عیسی مسیح، و اگر آلوده به گناه بشیم و کم کم روح القدس ما رو ملزم میکنه، دیگه الزام نمیشیم، سر شده، هیچ درک درستی نداریم، کلام خدا داره میگه هوشیار باش، مبادا آسیب بخوری، نجاتت رو از دست بدی.
هوشیار باش. چون دنیا همون گونه که این تئاتر رو دیدید، دنیا در کشمکش این هستش که شیطان ما رو از دست مسیح بگیره. نویسنده داره این هوشیاری رو میده که بدون مقدسی اجازه نده آنچه را که فیض خدا شاملت شد و مقدس شدی اون رو از دست بدی. بله. در حالتی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب می کنند و او را بی حرمت می سازند، زیرا زمینی که بارانی را که بارها بر آن می افتد می خورد و نباتات نیکو برای فلاحان خود می رویاند از خدا برکت می یابد، لکن اگر خار و خسب می رویاند متروک و قرین به لعنت و در آخر سوخته می شود. ما به راحتی می تونیم تشخیص بدیم چی بده چی خوبه، چی گناه هست و چی گناه هست. بچه ها می رو کاملا درک می کنند. متاسفانه زمانی آسیب می خوریم که نمی خواهیم بپذیریم، دیگه تصمیم داریم که همون گونه که دوست داریم زندگی کنیم. و اینجا نویسنده داریم هوشیاری به ما میده که هوشیار باش. شخصی میره پیش دوستاش که با هم یه بلیون بکشن و گویا هر شب برنامهشون همین بوده. وقتی که وارد میشه اینا همین دوستاشون چند ناراحته، میگه چیه؟ یه راستش دیروز یه مجله خوندم خیلی درباره بلیون بد گفت، درباره مزراتش خیلی چیزای بدی گفتش اینا. من میگم بیاین با هم دیگه یه قولی بدیم. همه میگن خب باشه چه قولی بدیم؟ میگه بیا قول بدیم که دیگه مجله نخونیم. ما به خوبی میدونیم گناه چیه، ما به خوبی میدونیم که چه چیزایی کمک میکنه ما دیگه مقدس نباشیم. اما به جایی که تصمیم بگیریم بیشتر به کلام خداوند، بیشتر در حضور خدا باشیم، بیشتر از مرد خدا و زن ایمان کمک بگیریم برای تقدیس شدن، تصمیم میگیریم که همه اینها رو رها کنیم. میگیم دیگه نمیخوایم. اشاره کلام خدا به این نوع موقعیت های ما هست که هوشیار باشیم چگونه میخوایم عمل کنیم. بله. اما ای عزیزان، در حق شما چیزهای بهتر و قرین نجات را یقین می‌داریم، هرچند بدین طور سخن می‌گوییم، زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و آن محبت را که به اسم او از خدمت مقدسی که در آن مشغول بوده و هستید ظاهر کرده اید فراموش کنند. لکن آرزوی این داریم که هر یک از شما همین جد و جهد را برای یقین کامل امید تا به انتها ظاهر نمایید و کاهل مشوید، بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبر وارث وعده ها می باشند. آمین. آمین. در انجیل مرقس 13:13 می کنیم هر کس تا انتها صبر کند، استقامت کند، اون نیز نجات یابد. و یکی از موضوعاتی که نویسنده داره بهش اشاره میاره مسئله غرور هست، که مبادا حتی من نسبت به ایمانم مغرور بشم. متاسفانه در عصری هستیم که میبینیم، امیدوارم به کسی بر نخوره، روی فیسبوک معلوم نیست طرف یه ماه مسیح ایمان آورده، 6 ماه ایمان آورده، 1 سال ایمان آورده، چه کسی برای این دعا کرده، چه کسی این رو تعلیم داده، این تعلیم این شخص از کجا اومده، چگونه این شخص تعلیم گرفته و میاد روی فیسبوک میگه من رسول خداوند هستم و شروع میکنه دیگران رو تعلیم دادن. کی گفت تو بیای اینجا معلم؟ همه خدا میگه همه معلم نشوید. کجا دستگذاری شدید؟ حداقل روی فیسبوک 4 تا عکس بذارید که شما روی کشیشی دستگذاری کرده، کشیشان دستگذاری کردن، کدوم کلیسا شما تعلیم گرفتید؟ و همین هایی هست کسایی هستن بعضی مدت خیلی کم شما میدین قدر راحت توی دنیا قرار میگیرن و باعث لغزش دیگران میخواهن شد و آسیب میزنن. برور جایگاهی هستش که میتونه برای هر کسی خطرناک باشه، برای کشیشش، برای اسقفش، به طور خاص برای کسایی که کمدانن، نمیدانن، دانششون کمه. حتما خداوند به اون افراد مسیح بده، حتما زمانی که کلام رو اون شخص داره میخونه، حتی امروز مسیح ایمان آورده، روح القدس داره براش باز میکنه، اما این داره برای نیستش که بیاد دیگران رو تعلیم بده، به دیگران آموزش بده. آیا خدا میخواد اون شخص در این زمان خدا رو خدمت کنه و یا نه؟ در اول قرنتیان 10:12 میخونیم اعلام میکنه پس آنکه گمان برد قائم است، یعنی مطمئن هست تو جایگاه درست ایستاده، جایگاهش واقعا درست هستش، مثل رسولان مسیح هست، مثل خود پولس رسول هست، پس آن کس که گمان برد قائم هست با خبر باشد که نیفته.
پولس رسول از این در کلامش به ما اشاره میکنه که هوشیار باشیم، مواظب باشیم که مبادا افراد و سریع به خدمت و کلیسا بگیریم، چرا که باعث آسیب به خود کلیسا خواهند شد. بریم با هم دیگه اولین نکته رو داشته باشیم. سپاسگزار میشم که نکته هم. آیا همه بوشور داریم؟ لطفا چراغای روشن بس. ممنون. همه بوشور داریم؟ پس لطفا خودکار هستش. میتونید خودکارتون رو بردارید. بنویسید. خواهشم این هست که عزیزان لطف کنید اینها رو مجموعه کنید. در طول 10 سالی که من این خدمت رو دارم و این رو به همین ریتم تعلیم دادم، هدفم این هست که شما معلمین بشید. معلمی که توی جایگاه درست البته ایستادید بیستید. و اگر به یه نفر دیگه با این ریتمی که ما داریم 10 سال هست که هم به شما بروشور میدیم، هم نکته میدیم، هم میبینیم، هم میشنوید، اگر به یه نفر تعلیم بدید شما معلم خوبی خواهی شد. این از ذهنت نخواهد رفت. کمکت میکنه. قدوسیت خدا و مقدس بودن انسان. نکته اول. قدوسیت خدا در بی نهایت بودن نیکوییش می باشد. او بی نهایت نیکوست. او پر از رحمته که دلیل رحمت او در جهان است. مقدس بودن انسان در دور بودن او از گناهانش می باشد که باعث نزدیکی وی به خدا می شود. تا این گونه ما می تونیم خودمون رو چک کنیم که آیا حقیقتاً توی جایگاه درستی ایستادیم و یا نه. اگر درست ایستادیم این ایستادگی رو داشته باشید. وفادار به کلام خدا باشید. وفادار به عهدهای خودتون باشید. این دو نفر که اومدن حواس من رو میخواستن پرت کنن، اینجا 2 نفر بودن اما تو دنیا میتونن 100 نفر باشن. مواظب باشید. بایستید. همون گونه که ایستادید به کلیسای مسیح یک شنبتون اومدید. و خدا میخواد تو رو برکت بده. تو برای خدا و من، همه ما برای خدا ارزش داریم. باز نویسنده اعلام میکنه برای آنچه که باور دارید ایستادگی کنید، حتی اگر به معنای تنها ایستادن است. بایستید. گاهی هست افراد نگاهشون به کلیساها این هست: ای کلیسا نیست شد، خب ما بریم. ای همه از کلیسا رفتن، خب همه مسیح رو تنها گذاشتن. از 12 تا رهبر که موسی داشت 10 تاشون رو تنها گذاشتن. چرا اون دوتا موندن؟ اون دوتا کیا بودن؟ موندن کالیب و یوشع. میگه موسی در حضور خدا بود، از حضور خدا میمد بیرون، اما یوشع در حضور خدا میماند. چون یوشع کاملا به قدوسیت خدا پی برده بود و میدونست که اونجاست که امنیت و آرامش رو داره. رحمت ها اونجا هستش و نزدیک خدا بود و کالیب همینطور. بمونید برای وفادار. اگر صدای خدا رو شنیدید برای یک کلیسای زنده، یک رویا زنده، بمونید. موسی نقطه ضعفی که در بین رهبران دید این بود: رهبران یا با موسی همراه بودن یا هم فکر بودن، اما یوشع و کالیب هم همراه بودن هم فکر بودن. و چون همراه و هم فکر بودن به خوبی توانستن موسی را درک کنن و در جایگاه درستی هم نیز ایستادن برای آنچه که حقیقتاً میتواند درست باشه برای جلال نام او. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو هم داشته باشیم. میخواییم نزدیک سفره خداوند بشیم و در نزدیک شدن به سفره خداوند، قبل از اون لطفا زندگی های خودمون رو تقدیس کنیم، پاک کنیم. هوشیار باشیم. خدا ما رو دوست داره. عیسی مسیح به خاطر گناهان بشریت، به خاطر من و تو روی صلیب رفت. امروز ما در حضور مسیح بی گناه هستیم. به خاطر فیضش هست، به خاطر رحمتش، نه به خاطر اعمال ما. پس آنچرا که تا به امروز وجود فکر تو رو داره سرزنش میکنه ببر در حضور خدا. کاملا خودتو تقدیس کن، کاملا خودتو پاک کن و بذار رحمت خدا تمام ابعاد زندگی تو رو در بر بگیره. و وقتی که رحمت خدا تمام ابعاد زندگی تو رو در بر بگیره، یعنی آماده هستی، نزدیک خدا هستی تا اون برکت رو بگیری. چون خدا مثل ما عمل نمی کنه. عمل خدا متفاوته. عمل خدا عشقه. متاسفانه توی دنیا بعضی موقع‌ها انسان‌هایی هستن با محبتشون میخوان دیگران رو حتی تعلیم بدن. میخوان بهش نشون بدن که من خوبم.
میخوام بهش نشون بدن تو اشتباه ایستادی، ولی خدا این گونه نیست. خدا وقتی تو رو محبت میکنه، منو محبت میکنه، هدفش این نیستش که به من بگه ببینید من چه خدای خوبی هستم، تو با اینکه گناهکار بودی من تو رو برکت دادم تا بتونی تو یک موقعیت درستی نیست قرار. خدا این گونه عمل نمیکنه. خدا با عشقش عمل میکنه، خدا با محبتش میخواد، هیچ منت هم سر ما نمیزنه. اگر مسیح هم روی صلیب رفت و ما با فیض او بخشیده شدیم، خدا منت رو سر ما نذاشته. شخص به دوستش میرسه و به دوستش اعلام میکنه، میگه که امروز جون یه گدا رو نجات دادم. میگه میگه چیکار کردی؟ میگه راستش $100 دادم به یه گدا. وقتی $100 از ذوقش داشت میمرد، منم سر $100 ازش گرفتم نکنه بمیره. خدا با ما این کارو نمیکنه. خدا قول میده سر قولش ایستاده. آیا قول گرفتی از انسانهایی که عمل نکردن؟ من خیلی گرفتم، ولی خدا این کارو نمیکنه. خدا سر وعده‌اش ایستاده. قبل از اینکه به سفره خدا نزدیک بشی، فکر و ذهنتو تقدیس کن. خدای عشق در برابر تو هست، خدای محبت در برابر تو هست، مشروطه برای اینکه من نیز مقدس باشم. لطفاً کلام بشن. نامه عبرانیان باب 4 آیات 14-16. پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمان‌ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم می‌داریم. زیرا رئیس کهنه‌ای نداریم که نتواند همدرد ضعف‌های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیلی نزدیک به تخت فیض بیاییم. با دلیلی نزدیک تختش بیاییم. با دلیلی نزدیک سفره خدا بند بشیم. باز یه سوء تفاهمی که هست اینه. خیلی از عزیزان در زمان عشای ربانی شرکت نمی کنن به خاطر اینکه فکر میکنن چون از دست یک کسی ناراحت هستن نباید بیان. از دست کسی چون ناراحت هستی؟ ببخشش. به تو دستای خداوند شرکت کن. چون عیسی مسیح نگفت که اگر تو امروز فکر میکنی از دست یکی ناراحت هستی نباید بیان. گفت اینو به یادگاری من انجام بدید. و پولس رسول میگه توبه کنید، تقدیس کنید. پس بسیار مهم هست مراسم شام خداوند عشای ربانی. بله؟ تا رحمت بیاییم و فیضی را که حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کنند. و آمین. به وقت ضرورت دیگه برای این کرام خدا دست بزنیم. از خادمی میخواد لطفاً با من باشن. لطفاً میز عشای ربانی رو بیاریم و من شعرم نیز میخونم. اعلام میکنه خدا آمد به دیدار دل من، بگفت آوردم بهرت دوایی، چو نوش جان کنی درمان بیابی. اگر با دوستیت نزدیک این سفره بشین، بگین این جام هستی از کف من، بنوش آن را که آرامش بیابی. شفای جسم را کم آرزو کن، زروح آزاد شو آن را طلب کن. چو روحت با سلامت یار گردد، چو روحت با سلامت یار گردد، در هستی به رویت باز گردد. چو با من روح تو دم ساز گردد، در رحمت به رویت باز گردد. آمین. پس با ایمان بپذیر. اجازه نده هیچ نقطه ضعفی در فکر و ذهن تو باشه، بلکه قوت خداوند رو جایگزین کن. لطفاً